خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. همه اون کسانی که در انتخابات پرشور ماه گذشته شرکت کردند و بعد در خیابان‌های تهران به رقص و پایکوبی پرداختند، به این امید که از راه مسالمت‌آمیز و رفرم بتوان به موفقیت‌های دست پیدا کرد. کاری که کردن قابل احترامه، شک نیست. وقایع منطقه رو نگاه میکنن، سوریه، عراق، افغانستان، ترکیه، مصر، لیبی، تونس، به این نتیجه میرسن که پس از راه‌های مسالمت آمیز و در یک انتخابات دموکراتیک شاید بتوان به موفقیت دست پیدا کرد. اما همیهنان گرامی، فرق بین شرایط دموکراتیک، حکومت مردم سالار، انتخابات آزاد با شرایطی که در ایران حاکمه. داشتم مقاله ای رو میخوندم از یکی از کسانی که هنوز اعتقاد داره به بعضی از قوانین جمهوری اسلامی، آقای مرتضی کاظمیان. گویا ایشون طرفدار آقای بازرگانه، ملی مذهبیه، نمیدونم، دقیق نمیدونم، ولی فکر میکنم. مطلب جالبی رو آقای کاظمیان بهش اشاره کرده. اولا که آقای کاظمیان در خارج از کشوره، در پاریس زندگی میکنه. ایشون نوشته از نظر رهبر صدر نظام، رهبر یعنی آقای معظم، در ایران دموکراسی در ایران با وجود برگزاری انتخابات 24 خرداد نه تنها فاقد ضعف و مشکل و کاستی است که خود الگویی در جهان است. بعد توضیح میده آقای کاظمیان، نقل قول میکنه از آقای معظم: در زمینه سیاسی پیشرفت کرده ایم، در زمینه سیاست داخلی و همچنین مدل جدید مردم سالاری دینی که ما به دنیا عرضه کرده ایم، همین انتخابات، همین دست به دست شدن قدرت اجرایی و قدرت تقنینی کشور یکی از بزرگترین موفقیت هاست. مردم سالاری دینی، مردم سالاری سالم است، بدون کارها و شگردها و خدعه هایی که در دنیا معمول است. اینا رو داره خامنه ای میگه. من متاسفم از اینکه خیلی از جوانهای ما از این شگردهایی که در دنیا، در آمریکا، در غرب، در اروپا، در زمینه انتخابات به کار میبرند که ظاهر دموکراسی دارد اما باطن غیر دموکراسی دارد، خبر ندارند. آن وقت مقایسه کنند با اینجا که یک نفری میآید در مواجهه با مردم، در حرف زدن با مردم، حرف زدن با مردم، گاهی بدون هیچ سابقه اجرایی مردم را جذب می کند، مجذوب می شوند، موج ایجاد می شود، مردم می روند پای صندوق های رأی، رأی می دهند، انتخاب می کنند. با این درصد بالا، این مدل جدیدی است از دموکراسی، این پیشرفت سیاسی ماست. ملاحظه می کنید این مردک
خیال میکنه رفتن پای صندوق رأی بدون اینکه حزبی وجود داشته باشه، بدون اینکه تشکلی وجود داشته باشه، در مملکتی که کهریزک توش به وجود میاد، مردم رو میگیرن تو خیابون به جرم اینکه اومدن گفتن رأی ما کو، بردن تو کهریزک، کتک زدن، تجاوز کردن، بعد کشتنشون در زندانهاشون، همه اون آدمایی که بهشون اعتقاد دارن، به قانون اساسیشون، به رهبر کبیرشون، وزیر و وکیل و نماینده مجلس بودن، فقط به جرم این که اومدن گفتن آقا این که اومده رهبر شده، یه عده خاصی را آورده دورور خودش و به مردم توجه نداره، همه رو به زندانهای طویل محکوم کردن و هر بار که میشه یک کلکی میزنن مردم رو بکشن پای صندوقهای رأی، مردم هم به این امید که شاید فرجی حاصل بشه، شاید در این انتخابات کسی انتخاب بشه یک ذره وضع رو عوض بکنه، اینه میگه دموکراسی دینی اسمش گذاشته و خیال میکنه دموکراسی یعنی این که مردم برن پای صندوقهای رأی، به این میگه دموکراسی. شکنجه هست، زندان ها هست، مملو از مردم، مطبوعات آزاد نیستن، احزاب آزاد نیستن، بسیاری از آدم ها رو غیرقانونی زندان کردن، فقط سر انتخابات که میشه میان کلاشی میکنن، مردم رو در شرایطی قرار میدن که میونه بد و بدتر، اونم شرایط شرایط که 5 تا پیروپاتیل شورای نگهبان میشینن، از میونه 1000 نفر میگن شما اجازه داریم به این 4 نفر یا 7 نفر یا 8 نفر رای بدیم، اسم اینو میذاره دموکراسی دینی. میدونی مثل چی میمونه عمیانان گرامی؟ یه عده بیان خونه شما رو اشغال کنن، زن و بچه شما رو به اسارت بگیرن، به قدری به شما فشار بیارن که اگر چنانچه یه تیکه نون از زندگی خودتون رو بهتون بدن، خدا رو شکر کنی که زندگی بدتر از این نیست. و بعد اون آدمایی که دورور اون جانی در جیک هستن هی بگن به شما که برو دعا کن ببین این چقدر رحمت داره، چقدر فتوت داره، به شما حداقل نون میده که بخورین، آب میده که سیر شین، تشنگیتون رفع شه، و شما ناچاری دعا کنید اونا رو. مملکت ما اینطوری شده و اسم اینو گذاشتن دموکراسی دینی. حالا این آقا گفت من حتی خانواده هم نمیدونم به چی رأی دادم و به چی میخوام رأی بدم. آقای دکتر روحانی رو ناچار کردن مردم که به ایشون رأی بدن، میونه اون آدم خورایی که اونجا بودن، مردم گفتن شاید این حرفای قشنگتری میزنه، ولی به سوابقش کاری نداشتن، این آقا رو انتخاب کردن به عنوان رئیس جمهور. این آقام یه چیزایی گفته، گفت من سعی میکنم تعادل رو برقرار کنم، گفت آقا چرا به مردم فشار میارید، چرا اجازه نمیدید مردم حرفاشون رو بزنن، نبایستی جلوی مطبوعات رو گرفت، از این حرفا که خیلی بهتر و قشنگترش و عملیترش رو آقای خاتمی کرد. اما از همون روزایی که این آقای دکتر روحانی شروع کرد، روزنامه اشغال شده کیهان شروع کرد براش خط و نشون کشیدن که ببین آقای روحانی، اگر مردم اومدن پای صندوقای رأی دادن، به شما رأی دادن، به خاطر خودتون نبودا، به خاطر مقام معظم رئیس روزخانه بود، من میگم رئیس روزخانه، اون نوشته مقام معظم رهبری، حماسه سیاسی خواستن خلق کنن مردم، دعوت از رهبری بود که مردم اومدن به شما رأی دادن، در حالی که میدونیم همه درست عکس اینه، مردم اومدن پای صندوقای رأی تا به اون آقا بگن آقا تو نمیتونی آقای جلیلی رو که جای مهر حیوانات رو پیشونیشه به ما تحمیل کنی، شاید این بهتر باشه، اما به پرونده ای رسیدگی نکردن، مراجعه نکردن، همین حرفا رو گوش کردن. سوابق آقای روحانی نشون میده
که ایشون هیچ دست کمی از اونا دیگه نداره. یکی دو دفعه هم تشکر کرد از آقای خاتمی و آقای رفسنجانی که این امکان دادن به ایشون که در انتخابات شرکت کنه، آقای عارف رو رد کنه و همه توجه بیاد رو ایشون. در نتیجه 18 میلیون رأی آوردن، کمتر از آقای خاتمی، کمتر از بقول اونا که صندوق درست کردن از احمدی نژاد با 18 میلیون رأی. اما از همون روز اول گفتم روزنامه های طرفدار آدمخورها شروع کردن که آقا نکنه یه زمانی یابو بردار شما رو آقای دکتر روحانی و بری وزرایی انتخاب کنی که این وزرا مورد تایید مقام معظم روزخان بزرگ نباشه. و شروع کردن افشاگری. چقدر خوب شد، چقدر خوب همیهنان گرامی که این آدمای جانی آدمکش هر چند وقت یک بار به جان همدیگه میفتن. در نتیجه این رفتار با همدیگه است که ما پی میبریم در این رژیم جهنمی چه اتفاقاتی افتاده که توده مردم خبر نداشتن ازش. مثلا ما نمیدونستیم که آقای علی محمد بشارتی یا آقای یونسی که قراره از طرف آقای روحانی بشه وزیر کشور یا وزیر اطلاعات چه سوابق وحشتناکی داشته، در چه کشتارهایی در سال 60 به بعد دست داشته. همین آقای یونسی که وزیر اطلاعات آقای خاتمی بود و میگن ایشون متحول شده، اول اصولگرا بوده بعد در طی این که نمیشه که شما بیاین آدم کشی کنی بعد بگین متحول شده، مثل خلخالی مثلا آخر سر یا متحول شده بود، شده بود طرفدار اصلاحات، طرفدار آقای خاتمی، از دموکراسی و مردم سالاری دینی صحبت میکرد. بعدم یادش رفته بود در این حال که حرفا رو میزد میگفت اگر همین الان دوباره من به سمت حاکم شهر انتخاب بشم همون کشتارا رو انجام میدم. مردم سالاری دینیه دیگه، زندگی آدم ها رو میدن دست دیوانه ها و اینا کشتار میکنن. قدرت دارن، اسلحه دارن، پول دارن و برای حفظ موقعیتشون دست به هر جنایتی هم میزنن. همه هم در راضی هن. عجیبه. موسوی، کروبی، رأی تو پس گرفتیم. گفتم اون روز تو خیابون بشکن و شادی و کارنوال و حالا همه اینا رو گفتم به این نتیجه. آقای دکتر روحانی دیروز شرکت داشته در به مناسبت ماه رمضان، آقای رهبر رئیس روزخان ها غذا میده، افطاری میده، یه نوع خورشت هم درست میکنن. بگذاریم از این که آقا رو زیلو زندگی میکنه، یه نوع خورش و افطاری آقا اینطوریه و نون و پنیر و سبزی و اینا. بعد از صرف افطاری و نماز جماعت به مدیریت و امامت آقا رئیس روزخانه، آقا سخنرانی کرده، گفته ما کوچکترین تغییری در مواضع خودمون نمیدیم. ها میخوام درست متن گفته ایشون رو بخونم. رهبر جمهوری اسلامی گفت در تعامل با دنیا هنر این است که بتوانید راه خود را ادامه دهید بدون اینکه طرف مقابل بتواند مانع حرکت شما بشود، و اگر تعامل با دنیا منجر به برگشت از مسیر شود یک نوع خسارت است. خامنه ای در بخش دیگری از صحبت خود گفت مسئله اقتصاد و ادامه پیشرفت‌های علمی باید در اولویت کار مسئولان قرار گیرد.
کارهای علمی در جمهوری اسلامی چیه؟ ما اومدیم میکروبی کشف کردیم، نمیدونم در زمینه‌های فیزیک یا شیمی پیشرفت‌های عجیب و غریب داشتیم؟ نه، پیشرفت‌های اینا همه در مورد مسائل اتمی بوده، اونم با کمک کارشناسان خارجی و میلیاردها ثروتی که ریختن تو این کارا برای اینکه صاحب بمب اتم بشه. اما آقای رئیس روزخانه‌ها داره اینجا به این دکتر روحانی میگه، میگه این موقع یابو شما رو بر نداره که فکر کنی میتونی در سیاست خارجی شما تغییراتی به وجود بیاری، یا در امور داخلی فکر کنی میتونی برنامه‌هایی بیاری عنوان بکنی. ایشون هم میدونه اولا چند تا وزیر کابینه رو باید حتما رئیس روزخانه نظر بده، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارشاد، وزیر خارجه، دیگه چی میمونه؟ وزیر نیرو رو نمیدونم اینا میمونه که اونا کاری نداره که. رئیس جمهور در حقیقت رئیس جمهور ایناست، بقیه رو دفتر رهبری، بیت رهبری. عفو زندانی کردن و حکم نمیدونم اینا هم که با رهبره، فرمانده کل قوام هست. بنابراین رئیس جمهور چی کار هست این وسط؟ مجلس و مجلس خبرگان و مجلس چرتی های شورای نگهبان و اینا هم که دست اون آقاست، سرداران چاقوکش سپاه، برادران قاچاقچی. بنابراین رئیس جمهور چی کار هست تو مملکت؟ شما بگید چه کار میتونه بکنه؟ دیگه ببینید بیرکتر از احمدی نژاد میخواستین؟ یه مرد خلخلی رو آوردن کردن رئیس جمهور مملکت ما، فریاد اونم رفت هوا، اونم نتونست تعمل کنه. ببینید اوضاع چقدر احمقانه شده، مملکت ادارش چجوری شده. آقای محمد رضا ظهیری مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس گفته که اینطوری نباشه که الان در پایان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ایشون برای اینکه بیاد نمایش بده که چه کارهای عمرانی عظیمی انجام داده قراره که بیاد قسمت‌هایی از پارس جنوبی رو افتتاح بکنه، افتتاح نمایشی، گفته افتتاح نمایشی. بعدم شرح داده که اگر چنانچه قبل از موعد مقرر این افتتاح نمایشی انجام بشه چه خطراتی داره، بعد نمونه آورده. یادتونه در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد این مردک رفت آبادان و گفت ما یکی از بزرگترین قسمت‌های نمیدونم تولید نفت و قیر رو تبدیل کردیم به یکی از نمیدونم بهترین محصولات که میشه از پالایشگاه به دست آورد، و چون این آمادگی نبود در دستگاه موقعی که این افتتاح کرد یک انفجار عظیم پیش آمد، عده‌ای کشته شدن، عده‌ای زیادی زخمی شدن و خسارات هنگفتی وارد اومد. همون موقع روزنامه‌ها نوشتن که آقای احمدی نژاد و دوروریاش آمدن اصرار کردن که با وجودی که این پروژه نصفه است ولی باید افتتاح بشه. نتیجه این خسارات انسانی و مالی شد که به مملکت وارد اومد. بعدم یادتونه که راهن درست کردن، راهن تهران شیراز، یک دفعه اومد قطار از روش عبور کرد چپه شد برای اینکه خطا کج و موبت شد. حالا هم قراره بیاد در پارس جنوبی نمایشی، خودشون گفتن من نمیگم، اونجا رو افتتاح بکنه. میگه اگر این فاجعه اتفاق بیفته میلیاردها خسارت میخوره به مملکت. به گفته این مقام ایرانی قرار است به زودی، اجازه بده عزب، میگه محمد رضا ظهیری مدیر عامل فعلی شرکت نفت و گاز پارس یک روز پیش از این از راه اندازی عملیاتی مرحله نخست شیرینسازی
طرح توسعه فازهای 15 و 16 فارس جنوبی خبر داده بود. به گفته این مقام ایرانی قرار است به زودی این طرح توسط مقامهای عالی کشور در اصلویه به طور رسمی افتتاح شود. اما آقای سوری گفته اگر خدایی نکرده کوچکترین خطایی در اجرا و نظارت بر اجرای دقیق الزامات ایمنی و استانداردها به وجود آید، یک فاجعه بزرگ مهندسانش شامل شاغل در پارس جنوبی و سایر تأسیسات ایجاد شده در این مرکز گازی را تهدید می‌کنند. مهندسین گفتن این تأسیسات آماده برای افتتاح نیست، هنوز نیمه کار هستیم. ولی احمد نژاد تصمیم گرفته بگه ببینید من چه کارهای عظیمی کردم. میدونید که آقای رئیس روزخانه هم تاییدش کرد، گفت کارهایی که انقلابی که شما کردید در طول تاریخ بی سابقه بوده. حالا این مردک میخواد بیاد و نمایشی اونجا رو افتتاح کنه. اما بزرگترین ضربه رو جمهوری اسلامی دیروز خورد. همیانان گرامی، بازوی نظامی جمهوری اسلامی در خارج، شما میدونید که در وقایع کشتار مخالفین جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی در اکثر اوقات حزب الله لبنان بازوی عملیاتی رژیم جمهوری اسلامی بود. در واقعه دادگاه میکونس فاش شد، در دادگاه میکونس فاش شد که در رستوران میکونس اون کسانی که آمدند رهبران حزب دموکرات و مخالفین رو ترور کردند، با اون وضع وحشیانه کشتن، عاملینش ایرانی بودن، عاملینش کسایی که اومدن عمل انجام دادن همه عضو حزب الله بودن. در دادگاه آوردنشون محکومشون کردن. در بسیاری از این ترورهای خارج از کشور همیهنان ما ترور میشن به دست عوامل حزب الله لبنان. در جریان انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین میگن مدارک وجود داره که حزب الله لبنان به دستور جمهوری اسلامی این کارو کرده. و الان در سوریه سرکوب مردم سوریه به دست عوامل رژیم جمهوری اسلامی و حزب الله داره انجام میشه. به خاطر همین کشورهای اروپایی در یک نشست به پیشنهاد هلند و بریتانیا شاخه نظامی حزب الله لبنان رو، شاخه نظامی شو، به عنوان یک دسته تروریستی شناختن و هر نوع مبادله پول رو از کشورهای مختلف به کمک حزب الله لبنان رو جلوش گرفتن و این یک ضربه بسیار کشنده بود به جمهوری اسلامی. برای همین وزیر خارجه ایران امروز آقای صالحی در یک مصاحبه مطبوعاتی شدیداً اعتراض کرده به این مسئله. اما همینان گرامی، اون چیزی که اصلاً برای مقامات جمهوری اسلامی اهمیت نداره مسئله فشارهای اقتصادی به مردم میهن ماست. میلیاردها دلار جمهوری اسلامی داره الان در سوریه، در لبنان، در نمیدونم غزه به تروریست‌ها کمک میکنه، در حالی که میهن ما در فقر و بیچارگی مردم قرار گرفتن. این همه جنایت که انجام میشه در داخل، هزاران ایرانی که به قصد زندگی بهتر فرار میکنن از اون جهنم که دیدید که در آب‌های بین‌المللی غرق میشن، کشته میشن. جریان استرالیا هم که شنیدید. حالا الان فرصت اون نیست. یه گزارشی هست از افزایش شدید قیمت مواد غذایی در ایران. این گزارش رو ببینید همینان گرام. یا وامیه پای ثابت سفره افطار خیلی از ایرانی هاست، ولی وقتی قیمت این شیرینی در یک سال از کیلوی 4000 تومان به کیلوی 7000 تومان میرسد، خون بسیاری از خریدارانش به جوش میآید. و گرانی مواد غذایی به زولبیا و بامیه هم محدود نمی شود.
طبق تازه ترین گزارش بانک مرکزی در هفته دوم تیر ماه قیمت گوشت قرمز، برنج، روغن و تخم مرغ نسبت به یک سال قبل حدود 60% افزایش داشته. لبنیات و قند و شکر هم حدود 40% از پارسال گران‌تر شده. قیمت چای و حبوبات بیش از 2 برابر شده. میوه نزدیک به 20% و انواع سبزی بیشتر از 80% گران شده. از جمله سیب زمینی که قیمتش در یک سال بیش از 3 برابر شده و پیاز و گوجه هم تقریبا 2 برابر شدند. این فقط قیمت مواد غذایی نیست که دود از سر خیلی ها بلند کرده. نرخ رسمی تورم در یک سال گذشته تقریبا 1.5 برابر شده. طبق آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم که تیر پارسال کمتر از 23% بود، خرداد ماه امسال به نزدیک 36% رسیده است. 2 برابر شدن قیمت ارز در یک سال گذشته به همراه چاپ پول از سوی بانک مرکزی و رشد نقدینگی جزو دلایل اصلی تورم سنگین این روزهاست. این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی در 2 سال متوالی رشد اقتصادی ما منفی است. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران که 2 هفته دیگر رسما جانشین محمود احمدی نژاد می شود، راه دشواری برای مهار تورم در پیش دارد. چرا که طبق قانون بودجه امسال قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی باید 38% بالا برود. اجرای این قانون باز هم تورم را بالا خواهد برد. سرعت بالا رفتن قیمت مواد غذایی از اکثر کالاها و خدمات دیگر بیشتر بوده و هیچ چیز به اندازه گرانی نان شب و ناتوانی از خرید سور و سات سفره افطار کام مردم را تلخ نمی کند. بهرنگ تاجدی. خب امیرانم، خواستم یه فیلم براتون پخش بکنم، ولی اینقدر گزارش ها زیاده که اون فیلم رو من میذارم برای یک بار دیگه، برای دفعه دیگه ازش استفاده میکنم. کارخونجات شیر پاستوریزه، 300 تا از این کارخونجات تعطیل شده، 300 تا به دلیل هدفمندی یارانه ها. یعنی یهو قیمت برق و یارانش رو قطع کردن. احمدی نژاد قول داده بود که این یارانه ها رو که قطع میکنه کمک بکنه به کارخانجات، کمک بکنه به صنایع ملی. این کار رو نکرده، قیمت های برق یهو 50 برابر رفته بالا، یارانش قطع شده، یا آب یا مواد دیگه. در نتیجه 300 تا کارخانه شیر که تولید ماست و شیر و پنیر و اینام که همه ورشکست شده. این گزارش ایلناست، این گزارش منی، گزارش ایلنا میگه 300 تا کارخانه شیر در ایران ورشکسته شدن و کارگراش رو بیکار شدن. 122 هزار کارگر قطع سازی بیکار شدن برای خودرو به دلیل تحریم ها. به قدر این آمارها وحشتناکه که من باور نمی کنید. شما وقتی که این آمارها رو نگاه می کنم احساسم اینه که تا 2 سال دیگه اینا می خوان چیکار کنن. این آقای روزخانه بزرگ که دائم می شینه دم از بصیرت می زنه و دروغای احمدی نژاد و دوروریاش، خودشم می دونه اینا دروغ می گن چون خودشم دروغگوه، تایید می کنه. این فاجعه رو نمیدونه، نوشته که جان 20 هزار بیمار پیوندی در معرض خطر به دلیل اینکه دارو نیست، دارو نیست در ایران. هموفیلیا، بیمارایی که پیوند شدن، پیوند کبد نمیدونم، پیوند کلیه، اینا دارو ندارن، در نتیجه جان اینا همه در خطره. گفتگو میکنم همیهنان گرامی با دکتر مسعود نقره‌کار. امروز خوشبختانه دکتر نقره‌کار رو ما تصویرش هم میبینیم، با اسکایپ اومده دکتر نقره‌کار و چشم ما به جمال دکتر نقره‌کار هم روشن میشه. دکتر نقره‌کار درود بر شما. سلام میکنم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. خوشحالم که شما رو تصویرتونم میبینم دکتر نقره‌کار، لااقل با تصویرتون و خودتون مردم آشنا میشن و بیشتر از حرفای شما لذت میبرن. دکتر نقره‌کار
میبینم که فعالیت زیادی در سراسر جهان از طرف ایرانی ها و سازمان های سیاسی داره برگزار میشه به مناسبت 25مین کشتار سال 25مین سالگرد کشتار سال 67. راجع به این موضوع ابتدا صحبت بکنیم و بعد بپردازیم به مسائل دیگه. بله، میدونید که مرداد و شهریور یادآور یکی از بزرگترین جنایت هایی است که آیت الله خمینی مرتکب شد در سال 67 و خب امسال مرداد و شهریور مصادف است با 25مین سالگشت این جنایت بزرگ. و خب بالطبع یکی از کارهایی که میباید کرده بشه و من گمان میکنم وظیفه همه ایرانیان و به ویژه اپوزیسیون هستش و وظیفه شهروندی همه ما هست، یادآوری این جنایت هست و در واقع غبارروبی از این جنایتی که حکومت اسلامی مرتکب شد و نباید گذاشت و این جنایت فراموش بشه و یا با سکوت برگزار بشه، به ویژه در سالگشت اون، برای اینکه این فراموشی و سکوت به گمان من یک نوع تمکین به توحشه و یک نوع در واقع نادیده گرفتن اون کاریست که با دگراندیشی و اون ناحقیست که در رابطه با دگراندیشی در ایران صورت گرفته و ببیشید قربانیان دگراندیشی و همینطور عاملان و عامران جنایت هم به هر حال اگر این جنایت به فراموشی سپرده بشه راه پیدا خواهند کرد برای گریز از عدالت. در هر حال به گمان من نباید گذاشت این همونطور که گفتم دچار فراموشی بشه و یا افشاگری و روشنگری درباره این جنایت کاهش پیدا کنه. و خب ما الان در 25مین سالگرد هستیم و من خیلی خوشحالم و ممنونم که شما به هر حال آغازگر این بودید که این مسئله با مجددا مطرح بشه و پیرامونش صحبت بشه. دکتر نورکار، این در مورد وقایع سال 67، خب ما واقعا باید اینو انصافا بگیم که آیت الله منتظری نقش بسیار جالبی رو داشت و او بود که برای اولین بار رقم پخش بهش رقم عرضه کرد و بعد به عمق جنایت پرداخت. این نمیشه منکرش شد. بعد سوال من از شما اینه که بجز این مسئله که آقای منتظری عنوان کرد و عده زیادی از فعالین سیاسی و خانواده هایی که خب میدونستن این جریان، چطور این مسئله درس پیدا کرد و برای اولین بار و مردم متوجه شدن که همچین کشتارهایی داره انجام میشه؟ ببینید، تلاش آیت الله خمینی و اون مجموعه‌ای که این کشتار رو همراه با ایشون مرتکب شدن این بود که این جنایت در سکوت کامل انجام بشه و در سکوت ده میشه. در واقع تلاششون این بود، برای اینکه به مجرد اینکه اون فتوای جنون‌آمیز آیت الله خمینی منتشر شد، خب صحبت کردن و طرح اصلا این کشتار در سطح جامعه به عنوان یکی از خط قرمزهای مطرح شد که نمیبایست به هر حال به اون خط قرمز نزدیک شد و برای همین هم سالها به نوعی این خط قرمز باعث شده بود که در ایران این جنایت تا حدی در سکوت بماند. البته خانواده قربانیان اعدام شده و زندانیانی که آزاد شدن میدونید که بلافاصله خبر جنایت رو پخش کردن و یکی دو هفته بعد از این جنایت در خارج از کشور این جنایت خبرش منتشر شد و خب یکی از درخشان ترین برگ‌های فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور در اون مقطع مطرح کردن این جنایت در سطح وسیع در خارج کشور بود. اما رویکردهای متفاوتی در رابطه با این جنایت در داخل و در خارج مطرح بود. یکیش همین که شما اشاره کردید، در واقع حکومت و حکومتیان سعی می‌کردن همونطور که گفتم این مسئله با سکوت برگزار بشه و تا حد امکان مطرح نشه. خب اولین کسی که این سکوت رو از حکومتیان شکست آیت الله منتظری بود، یعنی در واقع چالش ها
و همون منازعه های داخل حکومتی باعث شد که به تدریج این جنایت در ایران از سوی خود حکومتیان مطرح بشه، که آیت الله منتظری یک نمونش بود. و بعد هم در خارج از کشور خب خیلی ها از برای نمونه از علی اکبر ولایتی سوال میکردن در اون مقاطع و ایشون جنایت ها رو یا تایید میکرد یا توجیه میکرد. ولی در مقطع 88 انتخابات ریاست جمهوری مجدداً این مسئله مطرح شد. میدونید که آقای موسوی و آقای کروبی، به ویژه آقای موسوی به عنوان نخست وزیر در مقطع جنایت مورد سوال قرار گرفتند. و باز در همون مقطع هم بین جواد لاریجانی و خود موسوی هم در توی رابطه به اصطلاح منازعه‌ای صورت گرفت. جواد لاریجانی حتی مطرح میکرد که چرا موسوی در مورد به نوعی که چرا موسوی در مورد اون جنایت ها در اون مقطع سکوت کرده، ولی در مورد جنایت های یعنی کشتارهای سال 88 هم شروع میکنه. در هر حال این چالش ها در خود حکومت باعث شد که مثلا مطرح شد. البته آقای موسوی از جنایت های حمایت کرد، توجیه کرد در سخنرانیش در بابل در اون مقطعی که برای انتخابات تبلیغ میکرد. بنابراین یه روکت این بود و خود اصلاح طلبان هم در داخل کشور میگونید که سکوت کرد. و خب روکت ها در خارج کشور هم واقعا علاقه نمی کنم فرصت بشه، روکت هایی که بود که در رابطه با این کشتار جای صحبت داره. خب یه بخشی از اپوزیسیون افشاگری و روشنگری میکرد، یه بخشی بعد از یه مدتی اعلام کرد نه الان به نفع اصلاح طلبان نیست، بهتر سکوت کنیم. یه بخشی اصلا بعد از این مدتی گفتن خب همه میدونن که حکومت جمهوری اسلامی جنایتکار، بنابراین افشاگری و روشنگری بخشی نخواهد داشت، به خیال خودشون به کارهای مهمتر پرداختن. یه بخشی از سلطنت طلبان فرصت رو مغتنم شمردن، فی الواقع یه طوری مطرح کردن که حقشون بوده و حتی اگر به یاد داشته باشین داریش همایون این قربانیان رو مقایسه میکرد با حکومتیان. و یا بخشی از اصلاح طلبان هم که به خارج از کشور اومدن برخودشون با این جنایت واقعا تأسف بار بود، برای این اون آقای کدیبر هم میشه مثال زد، و آقای بهنود، آقای نبوی و دیگرانی که در رابطه با این جنایت برخودشون به هر حال تأسف بار بوده و نمونه هایی رو میشه اشاره کرد. بنابراین میخوام بگم رویکردهای متفاوتی نسبت به این جنایت در خارج و داخل بوده، که در داخل همونطوری که گفتید برای این نخستین بار آیت الله منتظری به نحوه اعدام ها در واقع اون موقع اعتراض کرد به عنوان اولی. دکتر نورکار عزیز، تعداد دقیق کسانی که به فرمان خمینی کشته شدن اعدام شدن چقدره دقیق تا به حال؟ به دقت نمیشه گفت، برای اینکه واقعیتش این کشتارها فقط در تهران نبوده، در سطح در تمام نقاط ایران بوده، در سطح شهرستان ها بودیشه. و خب کشتارها غالبا در سکوت انجام میشد و اجساد میبینید در گورهای دست جمعی ریخته میشد شبانه و نمیشه رقم دقیق داد. ولی اونطور که خود زندانیان تخمین میزنن، زندانیان که زنده موندن و آمارهایی که از کشته شده ها به دقت به دست اومده، میشه گفت حدود 5000 نفر در طی این دو ماه به فرمان آیت الله خمینی اعدام شدن در زندان‌های ایران. در واقع قربانیان هم میدونید که زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی بودن و محاکمات طی محاکمات که خود حکومت اسلامی انجام داده بود، بسیاری از آنها در آستانه آزاد شدن بودند، که با این فتوا مجددا محاکمه‌های 2 تا 3 دقیقه می‌شد و اداره می‌شد. دکتر نورکار، من بارها گفتم که چقدر خوب شد که این احمدی نژاد، حالا همه که ما میدونیم که ایشون نه مردم بهش رأی دادن نه چی، با چه حق بازی به وسیله سپاه و آقا مجتبی و بیت رهبری و اینا از صندوق رأی اومد بیرون، ولی چقدر خوب شد که این احمدی نژاد این 8 سالو به عنوان رئیس جمهور تحمیل شده به مردم ایران گذرون، که بسیاری از وقایعی که شاید اصلا روح ما خبر نداشتش اینا فاش شد، از جمله این زده خوردی که بین اصلاحاتچی‌ها و نمیدونم سنتگراها و بین گروه احمدی نژاد و سنتگراها، بین سنتگراها و نمیدونم همین
کارهایی که بین اینا انجام میشه. اینا شروع کردن فاش کردن اسرار هم دیگه. از جمله من مثلا پریروز در یه مطلبی رو میخوندم راجع به آقای یونسی، گزارش که دیروز داشتم که این آقای یونسی روز آنلاین نمیدونم یه همچی چیزی فاش کرده، ببخشید یکی از این روزنامه‌هایی که طرفدار قالیبافه فاش کرده، برای اینکه قالیباف اگر یادتون باشه تو اون بحثی که بین به اصطلاح کاندیداهای ریاست جمهوری در گرفت، این آقای روحانی بهش گفتش که شما، گفت آقای روحانی یادتون رفتی که شما جز شورای امنیت ملی بودید و این دست کارا که انجام شد برای علیه دانشجوها با نظر شما بود، بعد ایشون لو داد اونو، گفتش که درسته ما این عضو شورای امنیت بودیم، امنیت ملی، ولی این شما بودی که میگفتی دانشجوها رو بکشیمشون بیرون تو خیابون بعد گازنبوری بهشون حمله کنیم. حالا اینا آقای قالیباف حالا اومده بیرون، فرصتی پیدا کرده که از اینا انتقام جویی بکنه، آمده روزنامه‌های طرفدارش نوشتن که این آقای یونسی که قرار وزیر کشور یا وزیر اطلاعات آقای روحانی بشه، این کسی است که در سال از سال 60 تا 68 در بسیاری از جنایات رژیم دست داشته. از شما که در این موارد مطالعه میکنید میخواستم بپرسم که شما راجع به این آقای یونسی اطلاعاتی دارید؟ ببینید بله، خب درست گفتن آقای قالیباف، آقای یونسی مسئولیت‌هایی داشت نه فقط در کشتار 60 67 و همینطور در قتل‌های زنجیره‌ای و مجموعه کشتارهای ششگانه‌ای تو حکومت اسلامی مرتکب شد. مثلا نکته حائز توجهی که حائز اهمیتی که شما اشاره کردین هستش که این چالش ها و درگیری های درون حکومتی بالاخره این جنایاتی که این حکومت مرتکب شده رو رو کرده و بیشتر از این رو خواهد کرد. یعنی واقعیتش اینه که از برخی از این جنایت ها هیچ کس غیر از خود اینها از کیفیتش و از ابعادش اطلاع دقیق نداره و همطور که من هم اشاره کردم آقای جواد لاریجانی به هنگامی که با آقای موسوی درگیر میشه به موسوی میگوید شما راجع به این قتل‌های مربوط به جنبش سبز زیاد حرف نزنید، شما خودتون دورتون اون همه جنایت شد و جیغ بنفش نکشیدید. میخوام بگم که این چالش ها به تدریج این کارو خواهد کرد و امروز بسیاری از کسانی که در حکومت هستند چه در کابینه بیت دوربر آقای خامنه‌ای، چه در کابینه بیرون دوربر آقای احمدی نژاد و بعدها دوربر آقای روحانی در آینده نزدیک، اینها کسایی هستند که دستاشون به جنایت آلوده است اکثرشون. و نه فقط آقای یونسی، در کابینه خود آقای احمدی نژاد بسیار بودن کسانی که مرتکب جنایت شده بودن، در کشتار 67 دخالت داشتن و همینطور کشتار 60 و بهش میشه گفت خوشبختانه این چالش ها و درگیری ها این جنایت ها رو و افرادی رو که نقش داشتن رو چهره هاشون رو آشکارتر خواهد کرد و ما در آینده بیشتر شاهد ها خواهیم. مثلا دکتر نورکار یکی از اون کسانی که بسیار نقشش تا به حال کمرنگ بود این علی محمد بشارتیه که وزیر کشور آقای رفسنجانی بود و بعد دوست مشترک اون آقای مهدی فلاحتی. من تو برنامهش دیدم که برنامه که خیلی جالبه بقیده من صفحه آخر که من هر جا باشم خودم میرسونم که این برنامه فلاحتی تو صدای آمریکا ببینم راجع این کسانی که معرفی میکنه. به قدری جالب به این مسئله اشاره کرد که این چه جنایتکاری بوده علی محمد بشارتی جهرومی. این در جهرم یه گروهی درست کرده به اسم قنات که چجوری مخالفین و بهائی‌ها رو به ادیان مختلف رو میگرفتن، حتی با اره برقی اینا رو تکه پاره میکردن، مینداختن جنازه‌شون توی چاه. شما از در مورد این بشارتی هم اطلاعاتی دارید آقای دکتر نورکار؟ بله. ببینید گروه قنات که شما اشاره کردین، اشاره یکی از اولین کسایی که راجبش نوشت البته من بودم، نه کامل ولی ناقص، و این رو واقعا مدیون بچه های همون شهر هستم که این اطلاعات رو من داده بودن. گروه قنات یکی از جنایتکارترین گروه هایی بوده که واقعا بعدا باید راجبش کار و تحقیق بیشتری بشه. میدونید که همین علی اکبر بشارتی یکی از کسانی بود که در راه اندازی این گروه به عنوان در واقع آدم صاحب فکر اون گروه نقش بسیاری داشت.
جنایتکاری که این گروه ببیشه در شهرستان جهرم و اطراف جهرم کرد واقعیتش هولاک بوده. جوانان ببیشه سازمان‌های سیاسی، جوانانی که هوادار سازمان‌های سیاسی بودن و همینطور اقلیت‌های مذهبی کشور کبیر، اینها رو می‌گرفتن و به طرز فجیع می‌کشتن و در قنات‌های اطراف شهر می‌انداختن و همین خاطر نام گروه قنات بر اونا گذاشته شده و خودشون البته گذاشتن که تک تک اینها مقالاتی هست در این رابطه هم من نوشتم و هم دیگران که میتونید در اینترنت ببینید که چه جنایت‌های مرتکب شدن. و خب بشارتی یکی از کسانی بود که در واقع همون موقع هم اعلان می‌دانستند که چه نقشی در شکل‌گیری این گروه و این جنایت‌ها داشته. و خب تنها این گروه نبوده، همین گروه مشابهش در کرمانشاه بوده، گروه شیت، یا در تهران بوده، در گروه در شهرستان‌های دیگه بوده، ولی واقعا این گروه قنات پیشان جدید یکی از بولناکترین شده بولناکترین اونها. دکتر نارکو، شما کتابی هم هست که در این ارتباط کشتارهای از سال 60 به بعد نوشتید، درسته؟ من کتابی اخیراً چاپ دومش منتشر شده، کشتار دیگراندیشان در ایران، چاپ نخستش چندین سال قبل منتشر شده بود که احتیاج داشت به ویرایش و من اضافاتی هم بر اون اضافه کردم، چند مقاله رو، و همین دیروز توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر شده. البته مربوط میشه به کشتار دیگراندیشان در ایران در مجموعه نگاه تاریخی است از دوره هخامنشیان تا امروز، به علتش پرداخته شده، چرا دیگراندیشان در ایران باشون چنین برخوردی میشده، تعامل نمیشده و همینطور چه باید کرد و مجموعه از اسناد. یکی از کشتارهایی که به اونها پرداخته شده در واقع کشتارهای ششگانه ایست که حکومت اسلامی مرتکب شده. کشتار سالهای 57-59 که از سلطنت الان شد بیشتر، کشتار سال 60-67، قتل‌های زنجیره‌ای، کشتارهایی که در خارج از کشور حکومت اسلامی مرتکب شد و همینطور کشتار هواداران و فعالین جنبش زد. در این کتاب اشاره‌ای به این کشتارها هست، ولی این کتاب بیشتر پرداخته به این که اصلا چرا دیگراندیشان در ایران تحمل نمی‌شدند و دست به کشتار اونها برده شده. دکتر نارکو، پیشنهاد شما برای هرچی باشکوه‌تر برگزار کردن این یادمان شهدای سال 67 اصولا از 60 به بعد چی هست؟ چه کاری میشه تو این زمینه؟ مثلا بنده که یه برنامه سازم یا همکاران دیگرم یا کسانی که در با وسایل ارتباط جمعی کار کنم، چه کاری باید کرد که هرچه با شکوه‌تر این مراسم برگزار بشه و افشاگری های بیشتری بشه؟ یکی از کارها همین کاریست که شما شروع کردید امروز. به گمان من همونطوری که گفتم، یادآوری این کشتار، تنها یادآوری در واقع قتل عام یه عده‌ای نیست. این یادآوری و این روشنگری و این افشاگری که میباید در سطح وسیعی در خارج کشور و همینطور در داخل کشور، واقعا خانواده قربانیان زندانی این کارو میکنن علی‌رغم فشارهایی که روشون هست، ما در خارج باید بیشتر. این هستش که این در واقع جلوگیری از فراموشی است، جلوگیری از فراموشی که میتونه بی‌اعتمادی بیشتر، میتونه در واقع گسترش بی‌عدالتی بیشتر رو در جامعه ما دامن بزنه و همینطور فرهنگ کینه‌توزی و کینه‌ورزی رو. و اهمیتش در این خواهد بود که صحبت میشه، تحلیل میشه، بحث میشه در رابطه با اینکه چگونه میشه جلوگیری کرد و پیشگیری کرد از تکرار این فاجعه و مهمترین به گمان من نشان دادن ماهیت و ذات این حکومت است. یک استبداد دینی رو به جهانیان میشه نشون داد و همینطور به مردم که چگونه میتونه در واقع دگراندیش کشی بکنه به این شکل فجیع. و خود همین قدمی خواهد بود برای اینکه به هر حال اهمیت جدایی دین که چنین فجایعی رو مرتکب میشه از حکومت باز پیشزد بشه و روی اون مسئله کار بشه. خیلی سپاسگزارم دکتر نارکار عزیز. ما ادامه میدیم به این بحثمون و من معتقدم که همونطور که شما به درستی اشاره کردید، باید بسیاری از زوایای این مسئله روشن بشه برای مردم ایران تا و مردم جهان تا بدونن که واقعا چه فاجعه‌ای با 3.5 نامه‌ای که
خمینی نوشت توی میهن ما انجام شد و چه کشتاری انجام شد که جز کشتارهای واقعا وحشتناک قرن باید باشه به عقیده من. سپاسگزارم از شما، تا هفته آینده که باز با هم صحبت بکنیم دکتر نوری. من تشکر میکنم. خب همینان گرامی، و همینجا برنامه امروز من به پایان رسید. با سپاس از توجه شما به این برنامه، تا برنامه آینده، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ای.